همانطوره که قبلا گفتیم، شماری از افراد با پیشینه مهاجرت نیز در این انتخابات فرصت پیدا کردند تا خود را نامزد کنند. یکی از آنان لیلا موسوی که از جامعه دیاسپورای افغانستان در بلژیم است که از چندین سال به این سو در این کشور زندگی می کند. او نامزد شماره دوم حزب دیفی بلژیم است. بانو سدید، به برنامه خوش آمدید. تشکر، سلامت باشین از اینکه دعوت کردین. ما هم خوشحال هستم که در خدمت شما و بینندگان عزیزتان برای لحظه قرار بگیرم. تشکر از دعوتتان. شما کاندید شماره دوم حزب دیفی در بلژیم هستید. چی باعث شد تا خود را کاندید نمایید؟ تشکر، سوال خیلی خوب هست. چی باعث شد که من خود کاندید بکنم؟ اول ای که من حیث یک شهروند مهاجر وقتی به سیستم سیاسی یا دولتی کشور بلژیم نگاه می کردم، من می دیدم همیشه که دوستان از کشورهای مختلف که مهاجر بودن در اینجا، در پارلمان، در کابینه و در جاهای مختلف اینا حضور دارن، ولی متاسفانه حضور شهروندان افغانستان ما بسیار اصلا بگویم که ندیده. به این دلیل ما خواستم که در این انتخابات سهم بگیرم و خود کاندید بسازم، چون میخوایم دروازه را به اصطلاح باز بکنم برای نسل آینده که راه های دیگر هم هست که در کشوری که اونا ساکن هستن سهیم بشن و همچنان بتونن بالاخره کار انجام بتن که مفید واقع شود. مشکلاتی که صدر راه مهاجرین هست و همچنان من حیث یک شهروند که سالها در این کشور ما زندگی میکنیم و خانه دوم ما گفته میشه، به این خاطر ما خواستم خود در این انتخابات کاندید بکنم. شما عدم حضور دیاسپورای افغانستان در سیاست بلژیم را یکی از دلایل نامزدیتان عنوان نمودید. زمان که شما تصمیم گرفتید وارد سیاست شوید چی زمان بود و چگونه آغاز کردین فعالیت های سیاسیتان را؟ خوشبختانه یا متاسفانه تا سال 2021 اصلا ما به این موارد بیشتر نمی پرداختم. اما بعد از سقوط افغانستان زندگی هر فرد، ما فکر میکنم چی در داخل افغانستان و یا چی در کشوری که اینا زندگی میکنن، تغییر کرد و ما هم خب کم و بیش فعالیت های سیاسی خود اینجا در کشور بلژیم گسترش دادم و با احزاب مختلف صحبت و به اصطلاح کنفرانس ها دایر کردن که مرا دعوت کردن من حیث سخنران و سخنرانی کردیم، بحث های بوده، کنفرانس های بوده که ما در اونجا حضور داشتیم. بالاخره این باعث شد که من سیاست بلژیم بیشتر درک بکنم و تانستم که خب با وجود مشکلات بسیار زیاد که طبعا در هر کشور این تبعیض و این مشکلات وجود داره، ما تانستم که به این حزب بتانم خود کاندید بسازم و بالاخره به شماره دو هم در پارلمان اتحادیه اروپا به اصطلاح کاندید بشم و اینمی مشکلات باعث شد که من خود کاندید بسازم. Was haben Sie denn geplant zu tun für die Diaspora-Gemeinschaft, wenn Sie ins Europäische Parlament gewählt werden? شعار ما به خاطر عدالت و از بین بردن تبعیض تغییر در اروپا هست. فکر میکنم همه موارد ای در بر میگیره و هدف ما یا پلان ما برای آینده چی هست بر سطح اروپا هم بیشتر میخواییم که روی شفاف بودن و واضح بودن پکت مهاجرت بیشتر بپردازیم. مسئله مهم دیگه مسئله ادغام یا به اصطلاح انتگریشن مهاجرین است. مسئله مهم و اساسی دیگه برای من این است که در سخت اروپا باید کسایی که درس خواندن، دیپلم دارن، به سطح ماستری، به سطح لیسانس، به سطح دکترا، وقتی اینا به کشورهای دیگه مثلا به کشورهای اروپایی ادغام مهاجر میشن، باید بر از اونا زمینه را مساعد بسازه که از توانایی از اونا در امو بخش استفاده شود. برداشتن مشکلات از صد راه پناهنده ها یکی از اهداف دیگرتان است. فکر می کنید که می توانید از طریق حزب دیفی به اهدافتان برسید؟ کمی در مورد این حزب بگویید که چگونه یک حزب است؟
حزب دیفی یکی از قدیمی ترین احزاب کشور بلژیم هست که هفته گذشته 60 ساله شد. پیام و به اصطلاح اهداف خیلی روشن داره که ما به کلش نمی پردازم. چند موضوعی که باعث شد ما به این حزب رو بیارم و عضو از او شوم و بالاخره کاندید شوم، مسئله پالیسی باز در رابطه با مهاجرت هست، مسئله دفاع از حقوق بشر و به اصطلاح مبارزه علیه تبعیض و برابری جنسیت هست، و مسئله خیلی مهم دفاع از اروپای آزاد، مستقل و بدون در نظر گرفتن اهداف کشورهای بیرون از حوزه اتحادیه اروپا. حزب دیفی در پارلمان اتحادیه اروپا 18 کاندید داره و ما کاندید شماره 2 در این حزب هستم. بانو صدی، طوری که می دانیم فیصدی رای نظر به نفوس هر کشور فرق می کند، در بلژیم چگونه است؟ با چند درصد آرا یک کاندید می تواند در انتخابات برنده شود؟ فیصدی رای می دانیم که در هر کشور بسته به نفوس که رای می دان به او است و خب و تعداد کرسیایی که کشور در پارلمان اروپا نماینده داره تعیین میشه. به او دلیل ما 10% اگر رای به دست بیاریم، نظر به این که 4 میلیون اشخاص واجد رای دهی هستند، ما میتونیم موفق شویم که حداقل در پارلمان اروپا کرسی به دست بیاریم. Erzählen Sie uns auch etwas darüber, wie Ihre Wahlkampagne verläuft und wer Sie dabei unterstützt. در کمپاین انتخاباتی بیشتر دوستان دوروبر ما که از فامیلم گرفته، از شوهرم، دو دخترم، مادرم خوشبختانه و همچنان خواهرم و دوستای نزدیک که دارم، اینا مرا کمک میکنن و حتی دوستای بلژیکی که ما دارم با گرفتن بروشور یا به اصطلاح فلایر و پوستر و یک پسخنا مرا کمک میکنن. وقتی که به سطح کمپاین میبرایم، خب طبعا هر حزب در هر بخش یا در هر منطقه نمایندگی خود دارن. ما گاهی وقت به صورت گروهی میریم به کمپاین و گاهی وقت هم انفرادی میریم. طوری که گفتید یکی از اهداف دیگرتان برداشتن مشکلات از سد راه پناهنده هاست. تا این دم استقبال جامعه پناهنده و دیاسپورا از شما چگونه بوده و از سوی دیگر نگاه مردم بلژیم به نامزدان با پیشینه مهاجرت چگونه است؟ دقیقا حمایت مردم بسیار فوق العاده خوب هست و به ویژه دوستانی که در بلژیم در شهر بروکسل زندگی میکنن. ما وقتی که به خاطر کمپاین به دوکاکین شهروندان افغانستان، یک منطقه هست که بیشتر اونجا از کشورهای مختلف زندگی میکنن، ما وقتی خود معرفی میکنم و میگم که از افغانستان هستم، کاندید هستم به پارلمان اروپا، واقعا برای من یک انرژی مثبت میکنم وقتی که من میبینم دوستان بسیار با ما یک امید و با یک انرژی بسیار مثبت اعلان حمایت میکنن. در کل شهروندان بلژیمی واقعا خب بخصوص کسایی که در مناطق مختلف شهر بروکسل زندگی میکنن، ما با ایشان صحبت میکنم، میتونم بگویم که بسیار بسیار فوق العاده نیست اما بدبینم نیستن. آخرین سوال این که چی پیام برای مردم به ویژه دیاسپورای افغانستان دارید؟ موضوع خیلی مهم است، سوالی که به اصطلاح آدم میتونه برش پاسخ بده، چرا باید به پای صندوق های رای برن. اگر از این شروع بکنیم، در کشور بلژیم رای دادن جبری هست، اگر نرن رای نتن اینا جریمه میشن و یک تعداد کسایی که جریمه میشن و در پهلوی از این رای از اینا برای اعضاب راست یا چپ افراطی یا هر حزبی که بیشترین رای میگیره برای از اونها حساب میشه. در حال حاضر پیش بینی هایی که صورت گرفته، راست های افراطی در کل اتحادیه اروپا به اصطلاح اینا در سطح اول قرار دارن. به این دلیل باید برن رای بدن و حمایت بکنن، بخصوص از اعضاب که مهاجر پذیر هستن. بانو صدید، سپاس از گفتگو با اکسوس.
جهان سپاس از شما و از تلویزیون خوب و برنامه خوبتان که فرصت دادن تا در رابطه با مسائل انتخابات صحبت بکنیم.